عقل کلگی داره، علم بسیار مردم علم داره، هیچ کسی نیست که نفهمه که موسیقی حرام است و آنچه که امروز به نام موسیقی نشر میشه 100% یک گناه نه، دو ده گناه هست. شعرش در اشعارش کفر است و شرک است و فسق و فجور است. شعرش حرام است. کسی که میخوانه این خوانندهش یک فاسق خطرناک است. از چهره از او، از صوت از او، از قواره از او انسانهای شهوتران لذت میبرند و این خودش گناه است. سوم گناهی که در این است وسایل موسیقی هست که بغیر از دایره او هم که زنگ نداشته باشه برای دخترکا در زمان رسول الله اجازه داده شده، حتی برای مردها اجازه نیست برادر که دایره بزنه. شخصیت یک مسلمان تقاضا نمیکنه که دایره را در دست خود بگیره دایره بزنه. هیچ صحابی مبارک دایره نزده. تنها در احادیث جواری گفته شده و جواری جمع جاریه هست و جاریه دخترکای 8 ساله و 10 ساله نه ای که زنای کلان کلان در پشت دروازه استار شوند که گل بردیم، برگ گل بردیم، از خانه بابی آرز شیمی دل بردیم، باز مردم های فاسق رو فیلم برداری ببرن. خلاف دین است. گناه دیگه چی است که امروز با این موسیقی که فاسقا این الفاظ فسق و فجور و کفر میگن، کفرش چی هست؟ یا خودت مسلمان شو یا مرا نصارا کن. الرضا بالکفر کفران. یکی برای معشوق خود بگوی که اگر تو بخوایی که راضی شوی مسلمان شو، اگر تو مسلمان نمیشی مرا نصرانی بساز، یعنی من راضی هستم که کافر شوم. این کلمات کفر است، لیکن بسیاری کسا نمیفهمه. در بسیاریش فسق و فجور است. چهره های پسران برهنه رو را توصیف میکنن و دخترها را و زلف و چشمشن، این کلش فسق و فجور است. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، قرآن میگه بسیار زشت است بعد از اینکه تو مسلمان شدی فاسق باشی. در پالوی از این موسیقی رقص است. اگر 20 سال پیش یک خواننده میخوان ما میگفتیم خب اون خواننده هست، علما میگفتن که ساز است و حرام است. امروز در پالوی هر خواننده چند تا رقاصه هست و این گناه بسیار بزرگ. چی که هر کسی که این قسم موسیقی را میشنوه در روز قیامت این را میبینه و در خانه خود نشر میکنه و اولادش این قسم خواندنا را با این دخترای رقاصه و این محفل آرزو خود میره، والله قسم است که در روز قیامت در جمله انسانهای محاسبه میشه که کلمهش گفته نمیتونم لیکن حرفایش میگم که دال یا واو سه در پیشانیش زده میشه. اگر مسئله تنها در همین موسیقی می بود، مثل که در سابق می گفت گمش کو او الخبیثات و للخبیثین، وام خبیث و وام خبیث و مجلس شام خبیثانه، آدم می تانست که بگه بلا در پسش. لیکن امروز ما چرا می گیم که برادر مسلمان؟ پیشتر یک جوان یک بیت خان ما یادداشت گرفتم، می گفت برادر یک نظر فرما که این میهن چی میخواهد، یک کمک فکر کو که این وطن چی میخواهد، ز فکر تو چی میجوید، ز طبع من چی میخواهد، در این کشور به فردای بر این کشور به فردای من و تو جان نمیبینم، نگاه کن عزیز من ز ما دشمن چی میخواهد. امروز اگر ساز است، امروز اگر موسیقی هست، این تنها کار چهار فاسق و فاجر نیست، این کار است که دشمنای اسلام میلیاردها دلار مصرف میکنه که تا جوان مسلمان وقت نداشته باشه که دین قرآن بخونه، تفسیر قرآن بخونه. این پروژه بزرگ دشمنای اسلام است که دشمنای اسلام توسط از این پروژه خود چی میکنن؟
یا کلشان میگن که برادر جوان مسلمان وقت نتی، وقت نتی که ای درباره قرآن فکر بکنن، وقت نتی ای ریشتفیده که قرآن بشنوه. بر از این جوان و بر ریشتفیدش 24 ساعت در خانه، در موتر، در هتل، در مجلس، کلشان مجالس فسق بساز تا ای که ای کاملا فکرش فکر گمراهی و فاسقانه باشم تا نتانه که ای بفهمه که وطن از چی میخواه، تا نفهمه که آینده از چی میخواه، تا نفهمه که ای که مسئولیت ما درباره وطن ما چی است، درباره مردم ما چی است. به این خاطر یک انسان لاوبالی پیدا شه و که از این هیچ چیز جور نشه. از این خاطر اگر در این قسمت انسان بی تفاوتی میکنه، در مجالس خود این رقص و فساد میاره، در حقیقت کمر استعمار امی انسان بسته کرده و استعمار ای تأیید کرده، به خاطر از اینکه برنامه ای را که استعمار و دشمنای اسلام میخواهند ای به امرای از اونا موافقه دارم و امو چیز را که اونا میخواهند در آسیا از او آب میپرتند. از این خاطری بسیار مهم است ای فقط سخنای مرا انسانهایی که صاحب فکر هستند، تحصیل کرده هستند، صاحب اندیشه هستند، به این وطن دلسوز هستند، به این ملت دلسوز هستند، به خاطر استقلال این وطن فکر میکنه، او گپای ما را خوب میفهمد. اما انسان هایی که بیچاره نمیفهمد، فقط زندگی حیوانی داشته باشه و بخور و بنوش و دم غنیمت است و فقط یک چهار روز عیاشی بکن، اونا گپای ما را نمیفهمد. و ای که نمیفهمد، یک شاعر چی میگه؟ میگه با خدا زدگان ستیزه مکن که خدا زدگان را خدا زده است.